مجدد به بینندگان عزیز این سلسله برنامه ها که زیر عنوان دیدگاه مارکس آینه است پویاست و این دور دومش به این دهمین جلسه است در روز دهم شهریور 1392 و اول سپتامبر 2013. به اینجا رسیدیم که در ماه ژوئن دولت جمهوری در واقع شروع کرد به سرکوب کارگرها در پاریس و هم انگلس و هم مارکس در روزنامه راینیش سایتونگ نو یک سلسله مقاله نوشتن راجع به این قضیه و من آخرین جلسه یعنی جلسه نهم در واقع راجع به مقاله کوبنده مارکس داشتم صحبت میکردم و دنبالش رو میگیرم که ببینید چه دفاعی از کارگران میکنه و به دولت جمهوری چه حمله میکنه. میگه هیچ یک از انقلابهای پرشمار بورژوازی فرانسه از 1789 به این سو نام موجود را نظام موجود را مورد حمله قرار نداده است، چرا که همه حاکمیت طبقاتی یعنی نظام بردگی کارگران یعنی نظام بورژوایی را حفظ کردند. گرچه شکل سیاسی این حاکمیت و این بردگی مکرر عوض شده تا به امروز هم داره عوض میشه. مارکس بعدش شرایط قدرتگیری بورژوازی رو در رابطه با کارگران از فوریه تا ژوئن دنبال میکنه و نشون میده که چگونه دستاوردهای انقلاب قدم به قدم از دست کارگران ربوده میشه. همه اینا درس توشه واقعا. او مجلس ملی به خاطر عدم طرفداری از کارگران سرزنش میکنه و سپس ادامه میده. این نکته است. بهترین شکل دولت آن است که تضادهای اجتماعی در آن پوشیده و مبهم نباشند. یعنی چه؟ یعنی بقایای پیش سرمایه داری نیاد اینا رو بپوشونه، رابطه کار و سرمایه رو، تضاد بین کار و سرمایه رو بقایای پیش سرمایه داری میپوشونه. در کشورها هنوز، در خیلی از کشورها از جمله ایران هنوز اینجوریه. یعنی استبداد فاشیستی دینی واقعا تضاد بین کار و سرمایه رو فعلا پوشونده و برای همینه که مردم تضاد واقعیشون الان با استبداد دینی و فاشیسم دینیه تا اینکه تضاد کار و سرمایه باشه. و بر این تضاد خودسرانه به طور تصنعی و بنابراین این به طور ظاهری باید بهترین شکل دولت اونه که سرپوش روش گذاشته نشه. در واقع بحث مارکس به این معناست که این سرپوش داره برداشته میشه. لااقل دستاورد انقلاب 1848-49 این بوده که این سرپوش رو برداشت و در واقع تضاد کار و سرمایه رو آشکار و عیان نشون داد به مردم. بهترین شکل دولت آن است که این تضادها در آن به مرحله مبارزه عیان رسیده باشد، مبارزه‌ای که طی آن به سرانجام منطقی خود میرسند. در حالی که انقلاب فوریه اینجوری نبود، بورژوازی با کارگرها علیه رژیم پیش سرمایه‌داری یا بگیم رژیم بانکداری به اصطلاح لویی فیلیپ چیز میکرد، مبارزه میکرد، ولی الان دیگه عیان شده، تضاد بین کار و سرمایه است. بعد البته مارکس اینجا دیگه خیلی احساسی میشه به اینکه کارگرها چه بر سرشون رفته و رژیم چجوری با کارگرها رفتار میکنه. میگه دولت از بیوه ها و یتیمان کشته هایش یعنی سربازا افسرا مواظبت خواهد کرد، طی فرمان های اونها را گرامی خواهد شمرد، اجساد آنان را طی مراسمی باشکوه به خاک سپرده خواهند شد، مطبوعات رسمی آنها را جاودانه اعلام خواهند کرد و ارتجاع اروپا در شرق و غرب برایشان ادای احترام خواهند کرد. اما پابرهنه ها از گرسنگی رنج میکشند، مطبوعات به باد ناسزایشان میگیرند، پزشکان رهایشان میکنند و آقایان محترم آنها را دزد، فتنه انگیز و وحشت‌زا میخوانند، زن و فرزندانشان حتی در فلاکت بیشتری غوطه میخورند و از میان آنها که جان به در برده اند بهترینشان به آن سوی دریاها تبعید میشوند، به استرالیا و امریکا و امثالها.
پس این هم حق مطبوعات دموکراتیک و هم مایه افتخار آنهاست که بر چهره خشمگین و به خاک خفتشان حلقه گلی نثار کنند و از جمله در حقیقت رینیش زایتونگ نو به دنبال شکست قیام ماه جوان پاریس که نقطه عطفی در کل انقلاب اروپا بود، ضد انقلاب در همه جا حالت تهاجمی به خودش گرفت. در آلمان نیز توازن نیروی طبقاتی به نفع ارتجاع تغییر کرد. محافل ارتجاعی که در ماه مارس عقب نشینی کرده بودند، اکنون کوشش داشتند از شر بورژوازی هم راحت بشن و به اوضاع پیش از ماه مارس، یعنی قبل از انقلاب، برگردن. در این شرایط بود که فشار بر تشکیلات کارگری و دموکراتیک افزایش یافت و عامل این کار البته بورژوازی بزرگ بود. حالا مارکس و انگلس همه اینا رو دنبال میکنن و بعدش هجوم در حقیقت ارتجاع آغاز میشه و اینجا من یه فصلی باز کردم، بحران ماه سپتامبر. این الان ما از تابستون میگذاریم به اوائل در واقع پاییز 1848 میرسیم. بحران ماه سپتامبر در آلمان. مارکس 11 سپتامبر رفته بود به جاهای دیگه، هر شبت که به برلین و وین رفته بود برای هم سخنرانی هم مبارزه سیاسی. مارکس 11 سپتامبر به دلیل بالا گرفتن بحران در آلمان سریعا به کلن برگشت. بحران حدود یک ماه پیش از آن آغاز شده بود که به دلیل حملات مکرر افسران ارتش پروس به مجلس ملی و حمله مسلحانه به مردم، اشتاین یکی از نمایندگان جناح چپ مجلس پیشنهادی تقدیم کرد که طبق آن افسران مخالف نظام مشروطه باید از ارتش اخراج بشن. پیشنهاد روز 9 اوت با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. با این همه وزیر جنگ از پیاده کردن قانون امتناع کرد و اشتاین پیشنهاد را روز 7 سپتامبر دوباره در مجلس مطرح کرد و باز هم اکثریت نمایندگان به آن رأی دادن و به دنبال این رأی‌گیری دولت استعفا داد، یعنی در حقیقت اعلام جنگ کرد. در این زمینه اون وقت مارکس یه مقاله می‌نویسه، میگه که آیا مجلس برلین این مجلس برخواسته از قانون است؟ خیر، چنین نیست. نکته خیلی مهمه که واقعا در شرایط انقلابی آیا صندوق رأی مهمه، مجلس مهمه، یا توده‌های مردم و خیابان؟ آیا مجلس برلین برخواسته از قانون است؟ خیر، چنین نیست. همایش این مجلس نه بر پایه قانون اساسی بلکه بر پایه انقلاب قرار دارد و اختیارات آن هم به هیچ رو مدیون شاه یا وزیران پاسخگو به شاه نیست، بلکه مدیون مردمی است که نمایندگانش را با رأی خود انتخاب کردند. انتخابات، اختیارات و اقتدار این مجلس ناشی از آن است که بیان مشروع انقلاب است. یعنی اینجا مارکس و انگلس هر دوشون از مجلس دفاع میکنن در برابر ارتش و ارتجاع برلین. همینجوری من ادامه میدم، منتها همینطور که عرض کردم من نمیتونم همه این مقالات رو بیارم، بنابراین جست و گریخته است. مارکس پس از تشریح شرایط بحران پیامده های اون را باز میکنه و مینویسه اجازه دهید هیچ تخیلی به خود راه ندهیم. اگر مجلس پیروز گردد و موفق شود دولتی چپ به وجود آورد، در آن صورت قدرت شاه که به موازات قدرت مجلس وجود دارد شکسته خواهد شد. عزیزان دقت بکنن که در یک طرف اکثریت بزرگ مردم به ویژه کارگرها و زحمتکشان، از طرف دیگه شاه به ارتجاع پروسه و در این وسط مجلسه که در اون صورت قدرت شاه که به موازات قدرت مجلس وجود دارد شکسته خواهد شد و در اون صورت شاه خدمتگزار حقوق بگیر مردم خواهد شد و دوباره به صبح روز 19 مارس، یعنی بعد از انقلاب، باز خواهیم گشت. اما اگر شاه پیروز شود و موفق گردد دولت شاهزادگان پروس را به وجود آورد و مثلا دولت شاهزادگان پروس رو به وجود بیاره، در اون صورت مجلس منحل خواهد شد که همینطور هم شد.
حق تجمع از مردم سلب می شود و روزنامه ها نیز سرکوب می شوند، که دقیقا همینطور هم شد و از جمله روزنامه رجنیز سنگتگه نور هم بستنش، یعنی حتی به اصطلاح آزادی بیان را هم از بین بردن. و همه این کارها زیر پوشش دیکتاتوری نظامی و با تفنگ و سرنیزه صورت خواهد گرفت. دقیقا همینطوره. هر شود که بعد یه بحث اینجا را میندازه مارکس در دنباله همین مقاله است در واقع. بله، مارکس در ادامه مقاله یکه هر وضعیت سیاسی موقت که به دنبال انقلاب به وجود می آید به نوعی دیکتاتوری نیاز دارد، آن هم یک دیکتاتوری پرتوان، دیکتاتوری واقعا اکثریت که این دموکراسیه. ما از همون ابتدا کمپهاوزن به خاطر آنکه به شیوه دیکتاتوری عمل نکرد در برابر ارتجاع پروس و بقایای نهادهای کهن را بیدرنگ از میان نبرد، یعنی بورژوازی رو بهش گفتن که بقایای ارتجاع پیش سرمایه‌داری رو باید ورداری و اینا بر نداشتن. ما می‌بینیم بورژوازی بزرگ به جای اینکه طرف مردم رو بگیره طرف ارتجاع پروس رو گرفت، از میان نبرد، مورد سرزنش قرار دادیم. وقتی که آقای کمپهاوزن خود را سرگرم خواب و خیال‌های قانونی کرده بود جریانات ارتجاعی شکست خورده موقعیت خود را چه در دیوان سالاری دولتی و چه در ارتش تقویت کردند، تا آنجا که گاه حتی خطر دست دادن نبردی آشکار رو پذیرفتند. هدف از نمایش از همایش مجلس توافق بر سر مواد قانونی بود. مجلس به موازات شاه و به عنوان نیروی برابر باقی ماند، دو نیروی برابر در شرایط موقت و ناپایدار. آقای کمپهاوزن با کمک این تقسیم قدرت بود که میخواست آزادی را نجات دهد، و درست همین تقسیم قدرت در وضعیتی موقت و ناپایدار بود که ناگزیر به تضاد و برخورد میانجامید. این وضعیت ناپایدار نمیتونه بمونه، یکی بالاخره باید ببره و ما میدونیم که ارتجاع برد. شاه نقش پوشش دار و دسته های ضد انقلابی درون اشرافیت ارتش و دیوان سالاری را بازی میکرد. بورژوازی پشتیبان اکثریت مجلس باقی ماند. دولت کوشش کرد در پادرمیانی کند، اما از آنجا که ضعیف‌تر از آن بود که به نمایندگی بورژوازی و دهقانان قاطعانه عمل کند و اشرافیت و دیوان سالاری و سران ارتش را با یک ضربت براندازد، تنها موفق شد خود را در چشم همه طرف‌های مرطوع بدنام بکنه، یعنی از خودش تزلزل نشون داد، حالت به حساب قاطعیت نشون نداد و درگیری به وجود آورد که کوشش داشت از آن احتراز بکنه. و بعد میگه که در هر موقعیت ناپایدار و موقت عامل تعیین کننده فقط و فقط رعایت اصل سعادت و بهزیستی توده های مردمه. معیار چی باید باشه در هر لحظه؟ سعادت و بهزیستی مردم، توده های مردم، نه رعایت این یا اون اصول قانون و امثال ها. تنها راهی که دولت میتوانست از درگیری میان مجلس و شاه احتراز بکند همانا تشخیص سعادت و بهزیستی مردم به عنوان تنها اصل بود، حتی اگر این کار به قبول خطر درگیری خود با شاه می انجامید. اینا رو من عرض می کنم که موضع‌گیری مارکس و انگلس در این زمان حین این تحولات تاریخ‌ساز و در واقع فوق العاده پر اهمیت موضع‌گیریشون چه بوده. بعد یه بحث دیگر رو من باز می کنم، کودتا در برلین که در واقع ارتجاع به دلیل تمام این حوادث به اصطلاح هجوم خودش رو شروع میکنه. همون گونه که مارکس پیش بینی کرده بود، شکست قیام اکتبر در وین که اینو قبلا توضیح داده و من اینجا راجبش صحبت نکردم، یعنی که مردم وین قیام کرده بودن و ارتجاع سرکوبش کرد، نیروهای ارتجاعی در برلین را تشویق کرد تا با قاطعیت عمل بکنن. روز اول نوامبر فردریک ویلیام چهارم پادشاه پروس ژنرال پفوئل را معزول
و کنت براندنبورگ یه ضد انقلابی سرسخت به شناخته شده رو مأمور تشکیل کابینه کرد. که این براندنبورگ رو کلی مقاله مارکس و انگلز راجبش می‌نویسن که چطور اون مجلسی رو که در برلین تشکیل شده بود بردنش به براندنبورگ. حالا بعدش راجبش صحبت میکنیم. روز 9 نوامبر فرمان شاه مملی بر انتقال مجلس ملی از برلین به شهر براندنبورگ صادر شد. یعنی در حقیقت انحلال مجلس. این کار سرآغاز کودتایی بود که بالاخره به انحلال مجلس انجامید. مارکس با کمک یاران خود و از طریق نوعی راینیش سایتون کارزار همه جانبه برای بسیج مردم علیه ضد انقلاب به راه انداخت. ولی من میخوام اینجا یک سلسله به اصطلاح چیزهایی رو شاه عرض شود که به درستی بر وسیع ترین پایه های حق موروثی خود و به لطف پروردگار قرار دارد. این دنباله یه مقاله است. از سوی دیگر مجلس از اونجا که هدفش پایه‌گذاری و ایجاد قانون اساسی است هیچ پایه‌ای نداره. باید واقعا پایش در بین مردم بذاره. پس دو قدرت عالی در برابر هم ایستادن. حلقه رابط بین این دو نیز آقای کمپ هاوزن و تئوری سازشه. یعنی در واقع منظورش چیه؟ منظورش اینه که بورژوازی بزرگ داره انقلاب رو با سازشی که با ارتجاع پروس داره میکنه در حقیقت انقلاب رو با شکست داره روبرو میکنه. هر چه شود که هنگامی که این دو قدرت دیگر نتوانند سازش کنند به دو قدرت متخاصم تبدیل میشن. شاه حق دارد مجلس را به مبارزه بطلبد. مجلس نیز حق دارد شاه را به مبارزه بطلبد. در این صورت حق بیشتر از آن طرفی است که قدرت بیشتری دارد. قدرت در مبارزه محک می‌خورد. پیروزی محک مبارزه است. هر یک از این دو طرف قدرت فقط با پیروزی خود میتواند ثابت کند که حق به جانب اوست و با شکست خود ثابت کند حق به جانب او نیست. در مواقع انقلاب اینجوریه. قانون و قانون اساسی از این صحبت ها عمل نمی کنه. قدرت و توازن قدرت. عرض شود که هم شاه و هم مجلس علیه قواعد و رسوم قانونگرایی مرتکب گناه شدن. هم مردم هم شاه. شاه و مجلس هر دو جایگاه اولیه از به جایگاه اولیه خود عقب نشینی کردند. شاه آگاهانه و مجلس ناآگاهانه. شاه دست بالا رو دارد. حق از آن کسی است که قدرت دارد. لفاظی های قانونی از آن کسی است که قدرت ندارد. بعد در ادامهش میگه که مارکس با استفاده از سخنان شاه که در خطابه ای گفته بود یا براندنبورگ در مجلس، یعنی به اصطلاح این کسی رو که نخست وزیر جدیدش کرده، یا براندنبورگ در مجلس و یا مجلس در براندنبورگ، یعنی مجلس از برلین برداره ببره به براند که بالاخره هم بردش، یعنی شکست مجلس. هر چه بود که مارکس وقت در پاسخ به این میگه براندنبورگ در مجلس و مجلس در براندنبورگ، تعبیر این گفته شاه چیست؟ تعبیرش عبارت از بازداشتگاه در مجلس، یعنی در حقیقت مجلس تبدیل به یه زندان بشه با روی کار اومدن براندنبورگ، و یا مجلس در بازداشتگاه که بردنش به شهر براندنبورگ. سلطنت پروس به عنوان سلطنت مطلقه در رویارویش با مجلس در چارچوب حقوق خود عمل می کند، اما مجلس عملی خطا برخلاف حقوق خود مرتکب می شود. چرا که به عنوان مجلس مطلق با سلطنت روبرو نمی شود. از حق خودش واقعا می گذره. ادامه می دیم به اصطلاح این مقالات مارکس رو. مارکس پس از انتقاد به ضعف سیاسی مجلس که چنین عمل نکرد، یعنی با قدرت عمل نکرد،
دلایل این ضعف را در ماهیت بورژوازی مسلط اینطور باز میکنه. بورژوازی بسیار مایل بود که سلطنت فئودالی رو به طریقی دوستانه به سلطنت بورژوایی تبدیل بکنه. بورژوازی بسیار مایل بود که پس از محروم کردن جناح فئودالی از عناوین و مناصب نظامیش، عناوینی که غرور مدنی به بورژوایش رو جریحه‌دار میکنه و پس از حذف حقوق فئودالی اونها شیوه مالکیت بورژوازیش رو نقض میکنه، با این جناح بعد از که اینا رو انجام داد باش متحد بشه تا به اتفاق آن مردم رو به بردگی بکشن. اما بوروکراسی کهن که تا کنون آموزگار مستبدی برای بورژوازی بوده، نمیخواهد به مقام نوکر بورژوازی تبدیل تنزل پیدا بکنه. جناح فئودالی نمیخواهد نشانه های تشخص و منافع خود را در قربانگاه بورژوازی بسوزانه. تن نمیده، میخواد برگرده به قبل از انقلاب. پاسخ انقلاب، پاسخ سلطنت به انقلاب نیمبند بورژوازی ضد انقلاب تمام عیاری بود که با فریاد کشیدن بر سر بورژوازی که یا براندنبورگ در مجلس یا مجلس در براندنبورگ بار دیگر او را به دامان انقلاب و به دامان مردم راند. در واقع به نوعی به حساب بورژوازی دوباره میاد به طرف مردم. این بخشایی از به اصطلاح چیزه، ولی من میخوام برم الان، در واقع ما میدونیم در اثر این تهاجمی که راست سیاسی میکنه و ارتجاع میکنه، بخش بورژوازی بزرگ در واقع با به اصطلاح ارتجاع پیش سرمایه‌داری به نوعی با یه مقدار تغییراتی که درش به وجود میاره، برداشتن القاب و غیره و غیره، با همدیگه متحد میشن و انقلاب رو با شکست روبرو میکنن. ولی بعدش حالا ببینیم بعد از اینکه در واقع انقلاب با یک چنین شکستی روبرو میشه، بازم انتخاباتی در سال 1849 انتخاباتی وجود داره و ببینیم مارکس برخوردش به این انتخابات چیه. من دلم میخواد که اینو شاید هرچند که در این جلسه من بتونم اینو تمومش کنم، برای اینکه صحبت ما اینه که مثلا علت اینکه این جلد دوم به این مناسبت نوشته شده که انقلاب دموکراتیک که خیلی از چپ ها میگن وجود نداره، آیا وجود داره یا نداره، و شیوه برخورد مارکس با نیروهای اجتماعی دیگه چیه و آیا در انتخابات شرکت میکنه یا نمیکنه. پس از کودتای ارتجاعی دسامبر 1848 که بالاخره کودتا کردن، مجالس رو به اصطلاح تعطیلشون کردن، به یه مجلس فرمایشی به وجود آوردن. پس از کودتای ارتجاعی دسامبر 1848 و انحلال مجلس ملی، نوعی آرامش موقت در فضای سیاسی برقرار شد که واقعا این برای مارکس و انگلس سخت بود. به نیروهای انقلاب و ضد انقلاب آغاز به سفارایی های جدیدی برای رویایی های تازه کردن. توجه مارکس در ماه ژانویه و اوائل فوریه 1849 در درجه نخست به انتخابات جدید برای مجلس دوم یا مجلس عوام معطوف بود. دوباره میخواستن یه مجلس عوام درست بکنن. به قول دیوید مکللن، به رغم آنکه مارکس حل مشکلات آلمان را در پرتو جنگ جهانی میدید، یعنی انقلاب واقعا، اما مسئله فوریتر عبارت از انتخابات آینده بود که طبق قانون اساسی جدید قرار بود در پایان ماه فوریه 1849 برگزار بشه. میدونیم که مسئله شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ماه مه 1848 در اتحادیه کمونیستی مطرح شده بود و مارکس در مخالفت با گوتشالک و طرفدارانش موافق شرکت در انتخابات بود. اینو قبلش بحث کردیم. همین مسئله در نخستین روزهای سال 1849 دوباره مطرح شد که بعد از این هجوم ارتجاع حالا در انتخابات شرکت بکنیم یا نکنیم. تفاوت در اینجا بود که انتخابات قبلی زیر فشار انقلاب به ارتجاع تحمیل شده بود و هدف آن برپایی مجلسی برای تدوین قانون اساسی بود، یعنی انتخابات خیلی بهتری بود.
در حالی که قانون اساسی جدید ساخته و پرداخته ارتجاع حاکم بود و آیین نامه انتخابات جدید هم به مراتب عقب مانده تر و ارتجاعی تر از انتخابات پیشین بود، چرا که نه تنها رأی گیری را دو مرحله ای می کرد، بلکه بخش وسیعی از کارگران و زحمتکشان از حق رأی دادن محروم می شدند. با این همه و به رغم تمام انتقادات شدید مارکس هم به قانون اساسی جدید و هم به انتخابات جدید، پاسخ او به این که آیا باید در آن شرکت کرد یا نه آری بود، یعنی باید شرکت بکنی. بررسی مواضع عملی مارکس در این موقعیت و مقایسه آن با موضع‌گیری تئوریک، از نظر تئوریک مارکس کاملا انقلابیه و در حقیقت برنامه استراتژیکش اصلا چیز دیگه ایه. موضع‌گیری تئوریک قاطع و رادیکال او در انتقاد شدید به قانون اساسی جدید برای درک شیوه فعالیت سیاسی مارکس اهمیت ویژه‌ای داره، که چطور در تئوری و در مقالاتش به شدت به این قانون اساسی حمله میکنه ولی در عمل و در تاکتیک میاد در انتخابات شرکت میکنه زیر همین قانون اساسی. انگلس نیست پس از آرامش نسبی اوضاع و برطرف شدن خطر بلافاصله دستگیریش که میخواستن دستگیرش بکنه، ژامیه از سوئیس به کلن برمیگرده و به همراه مارکس و در توافق با او آغاز به فعالیت برای شرکت در انتخابات میکنه. برای پی بردن به راهکارهای عملی مارکس از یک سو و دید راهبردی یعنی استراتژیک و نظری یا تئوریک او از سوی دیگر، ابتدا بخشی از صورت جلسه نشست کمیته محلی کارگران کل رو که به تاریخ 15 ژانویه 1849 برگزار شد نقل میکنم. من میام اینجا نقل میکنم و سپس در اون مایه نوشته های مارکس رو تو که به طور همزمان در نوی راینش سایتون مرده شد خواهم شکافت. مسئله حالا ببینیم از نظر تاکتیکی مارکس چی کار میکنه، بعدش اگر رسیدم من مقالاتش رو در روزنامه نوی راینش سایتون میخونم که از نظر تئوریک و راهبردی چی فکر میکنه، ولی از نظر تاکتیک و عملی چی کار داره میکنه. مسئله انتخابات در نشست 15 ژانویه مرکزیت مجمع کارگران که ما میدونیم هر شبت که کارگرای مال اتحادیه کمونیستی رفته بودن در مجمع کارگران، خود مارکس و انگلس در مجمع دموکراتیک کار میکردن. مسئله انتخابات در نشست 15 ژانویه مرکزیت مجمع کارگران به رغم مخالفت انکه، یکی از دوستان به حساب چیز بود از همکارای اتحادیه کمونیستی، مطرح شد. صورت جلسه نشان میداد که از جهت شرکت در انتخابات اختلاف جدی میان اعضای مرکزیت وجود داشته، یک دست نبودن در یک چنین وضعیت ارتجاعی که واقعا ارتجاعی چنین هجومی کرده بود و این قانون اساسی هم به هیچ وجه به اسم مطابق میلش نبود، آیا باید در این انتخابات شرکت بکنن یا نه. بحث بر سر این بود که آیا مجمع کارگران باید کاندیدای مستقل خود را نامزد کند یا خیر. به نظر شاپر اگر حزب لااقل از 4 هفته پیش خود را برای شرکت در انتخابات آماده کرده بود، اکنون میتوانست کاندیدایی از میان اعضای خود نامزد کند، اما دیگر خیلی دیر شده. یعنی در حقیقت شاپر که از کارگرای برجسته و از یاران زیاد موافق نبود و در نتیجه امکان انتخاب کاندیدای مستقل مجموعه کارگران میگفت موجود نداره. در اینجا مارکس وارد بحث میشود. صورت جلسه اون نشست مجمع کارگران، عزیزان دقت بکنم، شهروند مارکس که به عنوان شهروند مارکس ازش میگم نیز بر این عقیده است که مجمع کارگران نخواهد توانست کاندیدای مستقلی را از اعضای خود معرفی بکند که بتواند انتخاب شود. به نظر او، یعنی به نظر مارکس، در این لحظه هیچ چیزی در رابطه با اصول جز رویارویی با دولت، با استبداد
و حاکمیت فئودالی مطرح نیست، منافع خودمون الان مطرح نیست، رویارویی با پیش سرمایه‌داریه، با حاکمیت فئودالی و استبداد. و برای این کار تعیین کاندیدای از میان دموکرات‌های معمولی نتایجی یا به اصطلاح لیبرال، یعنی دموکرات هایی که به هیچ رو از دولت فعلی راضی نیستن کافیه. برای خود کاندیدا و مجموع کاندیدا نمیتونه کاندیدایی برسن چی کن. با مسائل ادامه میده، با مسائل آنچنان هستند باید برخورد کرد، تحلیل مشخص از اوضاع مشخص. از اونجا که اکنون مهم است که قوی‌ترین اپوزیسیون ممکن را در برابر نظام استبداد مطلق ارائه کنیم، عقل سلیم حکم می‌کند دریابیم که نمی‌توانیم دیدگاه‌های خودمان را درباره اصول، شما می‌دونیم اصول چیه، سوسیالیسم واقعا، در انتخابات به مردم بقبولانیم. باید با نیروی دیگری که در اپوزیسیون ارتجاعه متحد بشینیم تا نگذاریم شان مشترک یعنی سلطنت مطلقه در انتخابات پیروز بشه. این من میخواستم به اصطلاح هر سالت که بدونیم به برخوردشون راجع به انتخابات چی بوده و به اصطلاح چون درس های بسیار بسیار مهمی هر سالت که دارن. ولی من ادامه میدم همین مقالات رو نقل قول باز از مقالات دیگه، در واقع در سال 1849 هستیم و چند ماه دیگه روزنامه اصلا بسته میشه. عرشبت که مارکس موانعی داره که قانون اساسی شاه ساده در مقابل رشد صنایع بورژوایی ایجاد میکند برمیشموره و میگه که در همین قانون اساسی در واقع میگه که صنایع بورژوازی باید موانع سلطنت مطلق فئودالیسم رو از هم بگذارن. مرحله دموکراسی چند میشه؟ هم یک پیش سرمایه‌داری به سلطنت مطلق، استبداد فئودالی، استبداد نیمه فئودالی مستمره از پیش پای بورژوازی و صنایع باید برداشته بشه. انقلاب علیه این دو مانع یعنی استبداد و فئودالیسم صرفاً نشان دهنده آن است که صنایع بورژوازی به سطحی رسیده باشند، رسیدن که باید به نظم سیاسی خود دست یابند، یعنی بورژوازی فائق بشه، پیروز بشه یا از میان بره، که در کشورهای مثل ما بورژوازی را از بین بردن ولی در ژاپن، در آلمان، در امریکا بورژوازی پیروز شد. نظام قدیم معاب و دیوان سالار پیش سرمایه داری که وجودش توسط قانون اساسی تحمیلی تحلیم می شود برای صنعت مرگاور است. همینطور که ولایت فقیه مرگاوره. کافیست بشیری گرندن معادن مقررات کارخانه ها در پروس بنگری. هنگامی که کارخانه دار انگلیسی هزینه تولید خود را با کارخانه دار پروسی مقایسه میکنه، همیشه در درجه اول در میاد که کارخانه دار پروسی برای رعایت مقررات دیوانسالاری چقدر وقت تلف میکنه. این دیوانسالاری از پیش باش باید برداشته بشه. سایر قوانین فئودالی برای تشخیص دشمنی این دولت با بورژوازی کافیست به روابط بازرگانی پیشنهادی آنها. بعد مارکس اشاره میکنه که با این قانون اساسی شاه ناچار خواهد بود پیوسته دست به کمک به سوی بانکداران خارجی بزنه، و این انگلستان یعنی دشمن شماره یک صنایع آلمان. در عرصه‌ای که بعد اینجا مارکس به بعضی ها جواب میده که تو طرفدار بورژوازی هستی، اصلا یه آدم به اصطلاح دست راستی هستی، میگه که ما مطمئنن ما آخرین کسانی هستیم که خواهان حاکمیت بورژوازی است. هنگامی که مردان عمل امروز داشتن وقت خود را با یکی به دو کردنها یه حقیر تلف میکردن، ما نخستین کسانی بودیم که صدای خود را علیه بورژوازی آلمان بلند کردیم. به بعضی از خرده بورژوها داره میگه. اما در این حال به کارگران و خرده بورژوازی اعلام میکنیم
بهتران که در جامعه بورژوایی و مدرن، جامعه‌ای که با صنعت خود وسایل مادی بنیانگذاری جامعه نوین یعنی جامعه‌ای را به وجود می‌آورد که باعث آزادی همه شما می‌شود، رنج بریم تا اینکه به جامعه قدیمی متوسل شویم که به بهانه حفظ طبقات همه ملت، حفظ طبقات همه ملت را به بربریت قرون وسطایی پرتاب می‌کند. از این آشکارتر نمیشه که برخورد مارکس واقعا چگونه است. و به اصطلاح اکنون بعدش من میام، اکنون پس از بیان مواضع مارکس در این زمان، سوال این است که آیا تناقضی میان موضع‌گیری‌های عملی او، یعنی شرکت در انتخابات و معرفی کاندیدای غیر کارگری از یک سو، و مواضع تئوریکش که انتقاد شدید قانون اساسی، انتخابات و کل بورژوازی وجود دارد، سخن دیگر آیا تاکتیک سیاسی او با استراتژی دراز مدت خانایی دارد یا ندارد؟ هر شود که من فکر میکنم که وقت برای این برنامه شماره دهم تموم شده و امید من اینه که در جلسات آینده هم راجع به نبردهای طبقاتی در فرانسه صحبت بکنم که واقعا اونجا باز میکنه مارکس که اصولا چه اتفاقی، یه جنبندی علمی واقعا از انقلاب 1848-49 و بعدش هم عرصبت که بعد از اینکه در یک کودتای دیگه در اواخر 1851 و اوایل 52 صورت میگیره در فرانسه و در حقیقت ناپلئون سوم یا ناپلئون کوچولو به قدرت میرسه که به اصطلاح 18 برومر لوی بوناپارت رو میسه، یعنی لوی بوناپارت میاد به قدرت میرسه. امیدوارم که در جلسات آینده راجع به این دوتا جزوه که دوتا جزوه در حقیقت نوشته های سیاسی بسیار پر اهمیت مارکس هستن راجع به اینا صحبت بکنم. فعلا به این ترتیب من با عزیزان خداحافظی میکنم تا جلسات آینده. شب و روز عزیزان خوش.